کامبوج پس از پایان جنگ به مرکزی از قاچاق انسان تبدیل شد، یعنی بردهداری جنسی علیه نجات یافتگان از جهنم. به سراغ مبارزه که سوملی مام در این زمینه راه انداخته می رویم. این جشن نیست در پرورشگاهی در استان کامپونگ چام. سوملی مام برای آنها یک زن قهرمان است. او آنها را از زنای با محارم و یا روسپیگری نجات داده است. اینی که از دختران نیست که به شما گفتم به روسپی خانه فروخته شده و هر روز مورد تجاوز قرار می گرفت، چون مادرش روسپی بود. این کودکان قربانی رسومات محلی و یا تجارت سکس می شوند و سن این قربانیان هرچه پایین تر می آید. امروز دختر بچه های 3 ساله یافت می شوند که در روسپی خانه ها زندگی می کنند و مورد تجاوز قرار می گیرند. یک سنت آسیایی بران است که اگر شما با یک باکره هم بستر شوید، از پوست سفید شادابی برخوردار می شوید و برایتان شانس و اقبال خواهد آورد. یک اعتقاد دیگر این است که اگر دچار بیماری ایدز باشید و با یک دختر باکره هم بستر شوید، درمان خواهید شد. سخت‌ترین مسئله برای من دیدن مشتریانی است که خارجی و سفید پوست و تحصیل کردند و خودشان دختر دارند. بیش از 20 سال است که سوملی مام برای تأمین زندگی متفاوتی برای این قربانیان مبارزه می کند. او به عنوان سرپرست این بنیاد به رهبر مبارزه علیه بردهداری جنسی در جنوب شرقی آسیا تبدیل شده است. جهنمی که خودش یکی از نجات یافتگان آن است. او در سن 12 سالگی فروخته شد و 10 سال را در روسپی خانه های کامبوج سر کرده است. نجات دادن یک دختر بچه از روسپی خانه 5 دقیقه طول می کشد، اما پس از آن باید چه کنیم؟ دست به هر کاری می زنیم تا آنها به شرایط عادی بازگردند. شاید شرایط کاملی نباشد، اما به آنها اعتماد می دهد و تشویقشان می کند. زمان و زمان و زمان. به همین دلیل است که می گویم زخمهای بیرونی قابل درمان است، اما برای زخمهای درونی فقط به عشق نیاز است، به صبر و دلسوزی، و ما اینجاییم تا این زخمها را التیام بخشیم. سیناوان یکی از دخترانی است که سوملی او را از بردگی جنسی نجات داد. او زمانی که 13 ساله بود و پا به ویتنام گذاشت در دام افتاد. او اکنون تیمی از قربانیان سابق را که به صفوف بنیاد تحت سرپرستی سوملی پیوستند هدایت می کند. او به طور منظم کمک‌ها و مشورت‌هایی در اختیار ساکنان روسپی خانه ها قرار می دهد. آنها در پنومپن مرکز کامبوج روسپی خانه هایی نظیر اینجا را میابند تا بتوانند افرادی را نجات دهند. او میگوید شوک شده و زخمای زیادی بر تن و جانش است. نمیتوانم این همه مشتری را بپذیرم. 12-13 ساله بودم که اینجا آمدم. با این همه مشتری چه کنم؟ آسیب زیادی دیدم. اگر نتوانیم در روز 20 مشتری را بپذیریم، غذایی برای خوردن نداریم. ما را کتک می‌زنند و می‌ترسانند. وقتی می‌ترسید حاضر به هر کاری هستید. من همه اینها را می‌دانم. می‌دانم که چقدر آسیب دیدند. اینجا یکی از مراکز آموزشی و توانبخشی بنیاد سوملی مام است. تلاش‌های سوملی به هزاران دختر مانند او کمک کرده تا از دام تجارت سکس بگریزند. تجارتی که حدود 40,000 زن و کودک را در کامبوج به کام خود کشیده است. این مبارزه است که برای سوملی تهدیدها و حمله های مکرر به همراه داشته است. آنها که زنان و کودکان را به بردگی جنسی می کشانند چه کسانی هستند؟ کسانی که پول بسیاری دارند، پولی که برایشان قدرت ایجاد می کند. چیزهایی را می توانم بگویم و چیزهایی را نمی توانم. در اینجا نقل قولی است که می گوید اگر می‌خواهیم نجات یابیم باید ساکت بمانیم. اگر کتک خوردیم و به ما تجاوز شد نمی‌توانیم حرفی بزنیم. اگر می‌خواهم نجات یابم باید خاموش بمانم و من می‌خواهم نجات یابم. آیا برای زندگی خودم؟ نه، آن برایم اهمیتی ندارد. می‌دانید جان چه تعدادی به سرنوشت من بستگی دارد؟ سوملی اعتراف می‌کند که در دوره‌های گرفتار یأس می‌شود. اما هیچ چیز نمیتواند او را متقاعد کند تا از آنهایی که کودکان خود مینامد دست بکشد. چندی پیش هیچ پولی در بساط نداشتیم. حمایت ها قطع شده بود.
هیچ پول دیگری نمانده بود. می دانید با خودم گفتم اگر مجبور شوم به روسبیخانه برمیگردم تا بچه هایم را نجات دهم. نمی خواهم که آنها به روسبیخانه بازگردند. نمی خواهم. این بسیار دردناک است که دختر بچه‌ای که نجات یافته به روسبیخانه برگردد. بسیار دردناک. اگر من بتوانم به خاطر آنها رنج بکشم این کار را می کنم و ادامه خواهم داد.